ببینیم بختیار رحمانی این بار به چه شکل ارسال خواهد کرد. ارسال به محوطه جریمه روی نقطه پنالتی، برگشت توپ، همچنان موقعیت برای بازیکنان فولاد و سامال سعید. این توپ ارسال خواهد شد. برنامه‌ای برای استفاده از این ضربات دارند یا خیلی یارگیری منتومن. یک ارسال مواج از دروازه خارج میشه، سلیمی اشتباه میکنه و اونجا ضربه سر مهاجمین و بازیکنان ملوان از روی دروازه ببینم. و حالا بختیار رحمانی پشت توپ قرار میگیره، ببینیم به چه شکل باز هم ارسال خواهد کرد. قفل دروازه باز خواهد شد و یخ این بازی شکسته خواهد شد یا خیر. به تیر اول ضربه سر میتونه دروازه باز بشه. ضربه سر رضا نوروزی رو خیلی راحت حسنی صفت دریافت کرد. با پای چپ یک ارسال خوب به محوطه جریمه، برگشت توسط سالار زاده، باز هم ضربه از بازیکنان فولاد، در ریواند اونجا نرسید به توپ مهاجم فولاد خوزستان سروش رفیعی. خب رافقایی میزنه با پای راست مستقیم و درست به جایی که سلیمی ایستاده بود. بختیار رحمانی این توپ رو باید ارسال بکنه با پای راست، یک ارسال محوطه جریمه میتونه دروازه باز بشه. ضربه نصاری کنار دروازه ببین اون رفت. برگشت رو توسط سهیل رحمانی پشت محوطه، موقعیت داره شرفی، موقعیت داره بازیکنان فولاد خوزستان. یک ضربه از راه دور و توپی که با اختلاف زیادی ضربه این بازیکن ویسی آرا از کنار دروازه به بیرون رفت. یک ارسال از نصاری برای متوسل زاده، پرچم آقای کامرانی فر بالا هست و اعلان پنالتی، اعلان پنالتی میشه به نفع فولاد خوزستان. این رو آقای کامرانی فر اعلام کرد، با دستش به توپ ضربه زد مدافع تیم فوتبال ملوان بندر انزلی. به نظر میاد که احمد آهی بود که با دست توپ رو لمس کرد و عمدن همین کار رو انجام داد. آقای ببینیم در تصویر، بله در این سن، آها این سالارزاده هست، کاملا مشخص هست که به توپ ضربه زد. بله حالا میتونه به توپ ضربه بزنه. عبدالله کرمی تمرکز، حسنی صفت هم که در دروازه قرار گرفته و در دقیقه پایانی بازی عبدالله کرمی توی دروازه، توی دروازه، گل پیروزی فولاد خوزستان بعد از مدت ها شاید از روی نقطه پنالتی به ثمر برسه. فولاد 1 ملوان بندر انزلی 0.